شاگردای عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور صحتمند سر حال باشه. شاگردای عزیز، درس امروز ما به اساس درسای گذشته ما با ادامه درسای گذشته ما فصل دوم اعداد طبیعی است یا natural numbers. اعداد طبیعی میگه اعداد را گوین اعداد طبیعی اعداد را گوین که از یک شروع و با علاوه نمودن یک عدد قبلی یا نیز دریافت می شود. اعداد طبیعی اعداد را گویند که بجز از یک که شروع که از یک شروع و با علاوه نمودن یک عدد قبلی آن نیز دریافت می شود. یعنی هرگاه شما در اعداد طبیعی بخوایم یک عدد طبیعی بعدی از این را دریافت کنیم، پس ما یک جمعش کنیم پس عدد بعدی از این دریافت می شود. به طور مثال ما می خواهیم 3 رو نوشته کنیم، میخوایم عدد بعدی از رو پیدا کنیم، پس جمع یک میکنیم مساوی به چند میشه؟ 4 میشه. این رو میگن چی؟ اعداد طبیعی. پس در صورت که ما شما بخوایم خط اعداد یا line number چی؟ خط اعداد یا line number که ما شما میفهمیم که line number ما از وسط مبدایش که 0 است به سمت راست مثبت است، به سمت چپ منفی می باشد. به سمت راست مثبت است و به سمت چپ منفی می باشد. یعنی هر عددی که موجود می باشد سمت راست از او مثبت است، سمت چپ از او منفی می باشد. خب شاگرد عزیز، ما شما در اعداد طبیعی خاصیت تبدیلی، اتحادی و صفر را در اعداد طبیعی نیز داریم که در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم تمام تنها ما شما عملی تبدیلی، اتحادی و صفر را در عمل جمع داریم که ما شما میخواییم بانه از اون کار کنیم. خاصیت تبدیلی، اتحادی و صفر در اعداد طبیعی. پس خاصیت تبدیلی چی است؟ میگه خاصیت تبدیلی هرگاه جاهای یک عدد در عملی جمع تغییر کنند در جواب کدام تغییر وارد نمیشه. به طور مثال 2 + 3 مساوی با 5 است، پس ما میتونیم بگیم 3 + 2 هم مساوی با 5 است. این چی است؟ خاصیت تبدیلی. خاصیت اتحادی چی است؟ میگه هرگاه 2 یا بیشتر از 2 عدد در حالت جمع یا همزه قرار داشته باشد، پس ما شما میگیم چی است؟ خاصیت اتحادی است. اول در جمع شکار میگیریم، مثلا 2 + 3 + 5 مساوی به چه رقم است؟ ما میتونیم بگویم 2 + 3 + 5 شود که 2 + 3 ما 5 میشه و 5 شود مساوی به چند است؟ 10 است. و اگر امی سوالتان شاگرد عزیز اگر به این رقم باشه، سوال دوم 2 + 3 + 5 به معنای چی است؟ این به معنای ازی است، این را میگن خاصیت توزیعی. خاصیت چی؟ اینی خاصیت اتحادی بود، این حالت خاصیت توزیعی است، یعنی تشریح کردن، توزیع دادن. پس ما شما میگیم که خیر پیش میبریم، میگیم که این به معنای ازی است که 2
ضرب سه یا قوس جمع دو ضرب پنج دیگر قوس. که میگیم دو سه شش جمع دو پنج ده. مساوی با چند است؟ شانزده. خب خاصیت تبدیلی گفتیم جاهای یک عدد اگه تغییر بدیم در حاصل کدام تغییر وارد نمیشه. خاصیت اتحادی گفتیم هرگاه دو عدد جمع کنیم حاصل از جمع عدد سوم کنیم پس اینو میگیم چی خاصیت اتحادی. خاصیت توزیع چی است؟ توزیع یعنی تشریح کردن. میگه هرگاه دو ضرب سه جمع پنج باشه پس ما شما چطور میتونیم اون سوال ما را حل کنیم؟ پس ما میگیم دو را ضرب سه میکنیم جمع دو را ضرب پنج میکنیم که دو ضرب سه ما شش میشه و دو ضرب پنج ما ده میشه. پس هر دوش با هم دیگر جمع کنیم مساوی با چند میشه؟ شانزده میشه. خب یک یادداشت ما شما داریم که اون یادداشت هم باید ما شما به یاد داشته باشیم. پس یادداشت ما چی است؟ یادداشت ما میگه عنصر اهمیت در عملی جمع صفر است چی؟ عنصر اهمیت در عملی جمع چی است؟ صفر است و در عملی ضرب چی است؟ یک است. با کدام اساس؟ با اساس از اینکه هرگاه ما شما دو را جمع صفر کنیم مساوی به دو است و اگر صفر را جمع دو هم کنیم بازم مساوی به چی است؟ دو است. با این اساس میگه اگر در عملی ای چی بود؟ جمع بود. ای در چی است؟ ضرب است. یعنی یک ضرب سه مساوی به سه است. پس سه ضرب یک هم مساوی به چی است؟ سه است. پس عنصر اهمیت در عملی جمع چی است؟ صفر است. و عنصر اهمیت در عملی ضرب چی است؟ یک است. خب شاگردای عزیز صفحه 27 و 28 کتابتان تمامش درباره عنصر اهمیت تان گرد زده و به اساس از اون سوالاتی که تمرینه در بخش پایین صفحه تان است پس ایران برتان گفته. پس ای یادتان باشد ما شما در اعداد طبیعی چیزی را که میخوانیم او ای است که هر با مثلا ما شما میگیم که 8 کوچکتر از 9 است ولی 8 بزرگتر از 7 است. پس در این اساس ما شما میگیم اعداد طبیعی به این اساس ما شما کار کرده میتونه. 8 کوچکتر از 9 ولی 7 کوچکتر از 8 است. پس ما شما میگیم که عنصر اهمیت در عملی جمع و تفریق تمامش یک خاصیت داره. چی خاصیت تبدیلی باشه، چی اتحادی باشه، چی توزیع باشه. پس شاگردای عزیز خوب متوجه باشین صفحه 28 کتابتان تمریناتی که هست براتون تمام شد. شما باید در خانه حل کنید و تمامی تمرینات که شما حل میکنید اینی خاصیت ها را در او تمرینات همیشه من نظر داشته باشید. چی؟ اینی خاصیت ها. تبدیلی اتحادی صفر و توزیع. این چهار خاصیت که معمولا سه خاصیت از این زیادتر با ما شما در سوالات ما چی میشه؟ مطرح است. کوی بارت است؟ تبدیلی است، اتحادی است و توزیع است. چون صفر در عملی جمع عنصر اهمیت است و یک در عملی ضرب عنصر اهمیت است. چی است؟ عنصر اهمیت در عملی جمع صفر است و در عملی ضرب یک است. خب شاگردان عزیز خدا کنه درس این روز هم و شما خوبتر شما بهترتر یاد گرفته باشین. صفحه 28 کتابتان تلوین تان از یادتان نره. موفق کامگار باشین. تا روز بعدی خداحافظ.